بیشتر توضیح میدهد. سوپرمن شناخته شده ترین قهرمان دنیای داستانهای مصور اکشنی یا حادثه‌ای پس از نزدیک به 80 سال کمک رسانی به مردم آمریکا، حالا میگوید وقت آن رسیده که به یاری دیگر مردم جهان هم برود. این نماد ایالات متحده اما به تازگی از دست دخالت‌های کاخ سفید ناراضی است. ماجرا از آنجا شروع می شود که او به ایران می رود تا به جوانان جنبش سبز برای مبارزه با محمود احمدی نژاد کمک کند. اما کاخ سفید از این اقدام او انتقاد می کند. سوپرمن آزرده از این موضع دولت آمریکا به مشاور امنیت ملی کاخ سفید می گوید دنیا بسیار کوچک و به هم پیوسته شده و شعار راه آمریکایی دیگر پاسخگو نیست. من قصد دارم طی سخنرانی در سازمان ملل تابعیت آمریکاییم را کنار بگذارم و به یک شهروند جهانی تبدیل شوم. تصمیمی که صدای اعتراض بسیاری از محافظه‌کاران آمریکایی را در 24 ساعت گذشته درآورده است. آنها میگویند طراحان کتاب‌های مصور سوپرمن آمریکا را تحقیر کردند. اعتراضی که طرفداران سوپرمن در این فروشگاه کتاب‌های مصور آن را بی‌مورد می‌دانند. But Superman has always been a very global character. این چیز جدیدی نیست. با وجود شعار معروف حقیقت، عدالت و راه آمریکایی، سوپرمن همیشه یک شخصیت و یک شهروند جهانی بود و هیچ وقت هم دولت آمریکا رو نمایندگی نکرده. اما بعضی معتقدند تهیه کنندگان فیلم جدید سوپرمن که به زودی اکرام می شود با به پرواز درآوردن او بر فراز شهرهای دیگر جهان و افزودن وجه بین‌المللی به این شخصیت تلاش می کنند فروش این فیلم را در گیشه های سینماهای جهان افزایش دهند. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک.